اصلا مشکل جوونا رو خودشون باید حل کنن. چه مسلمونی که خون انسان‌ها رو حلال رو بده نمشو سرش خود خونا داره. نه به نظر من ما اسلامو کلا درست این برای روی منبر حجاب اجباری برای زندگیه. 100 هزار سوری خونش گردن کی علمای جامعه باید عمل کنن. به خاطر همین شبکه‌های خراب ما بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عزیزان بیننده، با برنامه کافه نور در اولین روز از ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم با کاکسن بسیار عزیز و گرامی. ماه مبارک رمضان رو من از طرف خودم به شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم این رمضان از اون رمضان‌هایی باشه که در انتهاش بگید بهترین رمضان عمرتون بوده تا الان. کاکسن، بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان خیلی خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم در اولین روز از این ماه پرخیر و برکت. تبریک میگم اومدن این ماه رو و از الله متعال سپاسگزاریم که توفیق داد تا بتونیم بار دیگر این نعمت بزرگ رو، ماه مبارک رمضان، ماه قرآن رو دریابیم و انشاءالله الله متعال ما توفیق بده که بتونیم بهترین استفاده رو از لحظه به لحظه این ماه ببریم. انشاءالله امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با یک موضوع رمضانی و سعی میکنیم در اولین برنامه و اولین روز از این ماه مبارک یاد بگیریم، تمریناتی را انجام بدیم و روشهایی را به کار ببریم، بتونیم بهترین بهره برداری و بهترین استفاده را از این لحظات ببریم. مطمئناً روزهای ما، شاید بگم هممون دیگه، یه جورایی به خاطر مشغله زندگی و مشکلات کاری و گرفتاری هایی که داریم یه جورایی دور میشیم تا اندازه ای از اون عبادتی که الله متعال از ما میخواد. اما این ما فرصتیه که بتونیم دوباره خودمون رو شارژ کنیم، دوباره بتونیم به اون مطالب و مقاصدی که الله متعال از ما خواسته برگردیم و خودمون رو تقویت کنیم برای یک سال جدید. دیگه هنوز یعنی چند ساعتی از این ماه مبارک گذشته و باید از امروز خودمون رو آماده کنیم تا بتونیم به نحو احسن استفاده کنیم و از ثانیه به ثانیهش بتونیم بهره بریم. با ما باشید. یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی می‌ذاریم که شما چه برنامه‌ریزی‌هایی برای ماه مبارک رمضان داشتید یا دارید و در رمضان‌های گذشته چه کارهایی رو انجام دادید که به نظرتون میاد اگر در این رمضان هم تکرارش کنید میتونید بیشترین استفاده رو از رمضان ببرید. ویدیو در شبکه اجتماعی اینستاگرام آپلود میشه، اونجا کامنت بذارید، کامنتاتون توی برنامه خونده میشه. کاکسان سلام. دوستای عزیز، از کافه نور با شما هستیم. دوستان، به نظر شما بهترین کار و بهترین برنامه‌ریزی که برای اینکه بتونیم در ماه مبارک رمضان از این اوقات بهترین استفاده رو ببریم چیه؟ یه برنامه ساده و دقیق پیشنهاد بدید. چه عادتهایی بوده که در ماه مبارک رمضان عادتهای بدی رو که کنار گذاشتید و عادتهای خوبی رو که تا همین الان با شما هست و شروعش، استارتش در یک ماه رمضان بوده و در این ماه مبارک رمضان میخواید چه عادتهای بدی رو ترک کنید و چه عادتهای خوبی رو در زندگیتون اضافه کنید؟ کامنت کنید، کامنتاتون به درد خیلی ها خواهد خورد و توی برنامه خونده خواهد شد. بغیر از کامنت و اینکه از طریق اینستاگرام میتونید با ما در ارتباط باشید، از طریق شماره تماس مستقیم و همچنین تماس واتساپی باز میتونید در این برنامه مشارکت کنید و از حال و هوای شهر خودتون، منطقه خودتون برای ما بگید و از تجربیات خودتون در این ماه مبارک رمضان برای ما بگید که سالهای گذشته چیکار کردید. و مطمئنن همه ما بعد از پایان ماه مبارک رمضان شاید یه حسرتی بخوریم که ای کاش بهتر از این ماه مبارک میتونستیم استفاده کنیم، ولی الان امروز اولین روزه و باید بتونیم از حالا برنامه‌ریزی داشته باشیم و به نحو احسن از این لحظات استفاده کنیم. و باید این رو حتما یادآوری کنم، ما با اومدن ماه مبارک رمضان باید خوشحال باشیم. از ته دل با تمام وجودمون این خوشحالی رو باید ابراز کنیم و درک کنیم. و اینکه یک مهمون عزیز به خونه ما اومده، انسان حالا تصور کنیم، فرض کنیم یک عزیزی که چندین ماه، یه سال اون رو ندیدیم و حالا برگشته به خونه ما، چقدر ما خوشحال میشیم.
چقدر براش اعلام آمادگی میکنیم، چقدر براش خودمون رو به قول معروف تمام امکاناتی که داشته باشیم رو در اختیارش میذاریم برای اینکه این مهمون عزیز ما در اون مدتی که مهمون ماست بتونه راحت باشه تو خونه ما. و دقیقاً این مهمون الان ماه مبارک رمضانه و ماهیه که باید خوشحال باشیم از اومدنش، یعنی مسلمون واقعی از اومدن ماه مبارک رمضان خوشحاله و این خوشحالی رو ما باید بتونیم به خانواده خودمون، به اطرافیانمون، به همسایه هامون، به هر کسی که دور و بر خودمونه نشون بدیم. من نمیدونم البته این قضیه در ایران زمانی که من بودم ندیدم، ولی خب در کشورهای عربی به غیر از تزییناتی که داخل شهر انجام میدن و تبریکاتی که بر حال همه جا منتشر میشه و پخش میشه، خانواده ها خودشون میان خونه های خودشون رو تزیین میکنن. من دیشب اتفاقا بعد از نماز تراویح رفته بودیم بیرون، خیلی از خونه ها رو دیدم که چراغونی کرده بودن، بر حال نمادهای اسلامی، ماه و ستاره و بر حال اینا رو گذاشته بودن بیرون از خونه. اونایی که آپارتمانی بودن تو بالکن هایی که داشتن چراغونی کرده بودن و بر حال این خوشحالی و این ابراز سرور رو به همه جا نشون میدادن که یک مهمون اومده، ماه پرخیر و برکتی اومده، ماه قرآن اومده و باید ما هم بتونیم انشالله همین کار رو انجام بدیم. هر کسی به اندازه وس و توان خودش در خونه خودش، در محیط کارش، در هر جایی که بر حال میتونه به نحوی فعالیت داشته باشه باید این خوشحالی رو ابراز کنه. این خیلی مهمه، شاید برای ما که در واقع بزرگ شدیم با این وضعیت ماه مبارک رمضان روتین باشه، اما برای کوچکترها این اتفاق نیاز هست. یعنی اینکه چه تفاوتی بین روز 30 ماه شوال یا 29 ماه شوال تا اول ماه مبارک رمضان چه تفاوتی داره برای کوچکترها، حتی برای ده هشتادی ها، برای نوجوانها، یک مسئله ای که باید فکر کنم بزرگترها بهش فکر بکنن. یکی از مهمترین مواردی که قبل از امتحانهایی مثل کنکور یا امتحانهای دیگهی که مدت محدود داره اتفاق میفته برنامه ریزیه. یعنی شما سازمانهای بزرگ برای برنامه ریزی رو میبینید که در ایران مثلا کانون فرهنگی آموزش و گاج و امثال اونها وجود داره، برای اینکه بدونید قبل از این، برای غنیمت شمردن اون وقت کوتاهی که در امتحان کنکور دارید چه کارهایی رو باید انجام بدید برای اینکه بتونید بیشترین استفاده از اون تایم ببرید. مطمئنن در تمام زندگی اگر تایم محدودی وجود داشته باشه و توی اون تایم محدود باید بیشترین استفاده رو ازش ببریم، بیشترین استفاده رو از اون تایم ببریم، نیاز به برنامه‌ریزی داره. ماه مبارک رمضان از این قضیه استثنا نیست. خداوند متعال به صورت خیلی ظریفی ایام معدودات رو به ما گفته. ایام معدودات یعنی چی؟ یعنی روزهای کم، روزهایی که به سرعت تموم میشه، چند روزی که بیشترین استفاده رو میتونیم ازش ببریم، چند روزی، ایام معدودی که ما میتونیم بیشترین غنیمت رو ازش بگیریم، بیشترین استفاده رو ازش بگیریم، که در اون خداوند متعال میفرمایند حتی شیاطین، بزرگان شیاطین، مردت شیاطین، بزرگان شیاطین در قول و زنجیر هستند، که خداوند راه رو باز گذاشته برای تغییر، برای استفاده کردن. و احادیثی که ما داریم و اقوال علمایی که بیچاره اون کسیه، مسکین، بدبخت اون کسیه که رمضان رو دریابه و در اون ماه مبارک رمضان نتونه خودش رو از آتش جهنم نجات بده، چون در هر شب افرادی از جهنم نجات پیدا میکنن و وارد بهشت میشن. اگر ما بخوایم جزئی از اون افراد باشیم و بیشترین استفاده رو از ماه مبارک رمضان ببریم و درجات خودمون رو بالا ببریم، حتما نیاز به برنامه ریزی داریم. اگر برنامه ریزی نکنیم، روزها یکی یکی میاد و ما همچنان در روتین گذشته خودمون هستیم و اتفاق خاصی نمیفته. فعالیت‌های اجتماعی وجود داره، فعالیت‌های دست جمعی وجود داره، نمازهای تراویح وجود داره، اما کسی شما رو مجبور نمی‌کنه که یک عادت خوب رو به زندگیتون اضافه کنید. کسی شما رو مجبور نمی‌کنه که یک عادت بد رو از زندگیتون حذف کنید. کسی شما رو مجبور نمی‌کنه که قرآن رو یک بار، دو بار، سه بار یا بیشتر ختم کنید در ماه مبارک رمضان. اینها همگی نیاز به برنامه‌ریزی داره. کسانی که برنامه‌ریزی کردند میدونند که تنها راه استفاده کردن درست حسابی از ماه مبارک رمضان، به خصوص برای کسانی که مشغول کار هستند، به خصوص برای کسانی که مشغول تحصیل هستند
و وقتشون هم به صورت معمول پره، فقط و فقط برنامه ریزیه. ما توی این برنامه میخوایم انواع و اقسام برنامه ریزی ها رو به شما آموزش بدیم برای اینکه بتونید بیشترین استفاده رو از ماه مبارک رمضان ببرید انشالله. بله انشالله. یک نکته ای رو باید خدمت شما عرض کنیم. ما قبلا برنامه هایی رو در مورد برنامه ریزی داشتیم و اینکه چطوری بتونیم برای هر کاری برنامه ریزی بکنیم و این در مورد رمضان هم دقیقاً میایم از همون تکنیک ها استفاده میکنیم. یعنی ما برای فرض کنیم امتحان کنکور، برای نمیدونم هر کاری، برای اینکه بتونیم به یک موفقیتی دست پیدا کنیم، خب برنامه‌ریزی کردیم، برنامه‌ریزی میکنیم. برای اینکه بتونیم به اون هدفم برسیم یک سری اهدافی رو مشخص میکنیم، اهداف دراز مدت، کوتاه مدت، و دقیقاً برای رمضان هم باید از همین روش ها استفاده کنیم. اولین روشی که در برنامه‌ریزی موفق ما این روش بر حال افرادی اون رو استفاده کردن و یک روشیه که تجربه شده است و جواب داده، باید بتونیم کارهایی که میخوایم انجام بدیم بنویسیم. همیشه نوشتن تعهد میاره، این رو فراموش نکنیم. میخوایم در این ماه مبارک رمضان استفاده کنیم از لحظه به لحظش، باید براش برنامه‌ریزی کنیم. یک کاغذ بیاریم، یک خودکار بیاریم، ساعات روز رو، این 24 ساعت رو تقسیم کنیم که میخوایم چیکار کنیم. فرض کنیم مثلا بعد از اینکه افطار کردیم، خب چیکار میکنیم بعدش؟ تا نماز تراویح چیکار میکنیم؟ این فاصله مشخص باشه. در هر کاری، حالا بغیر از وقت رمضان هم، در هر کاری انسان موفق برنامهش در طول روز مشخصه. یعنی اگه شما ندونید یک ساعت آینده میخواید چیکار کنید، بدونید این وقتتون داره تلف میشه، وقتتون داره هدر میره. انسان‌های موفق، شما برید زندگی نامه شخصیت‌های موفق رو بخونید، همیشه اینا برنامه‌ریزی داشتن، همیشه می‌دونستن قراره دو ساعت بعد چه اتفاقی به این معنا، چون برنامه‌ریزی کردن، چه ملاقاتی رو داشته باشن، با کی ملاقات کنن، کجا برن، کجا سر بزنن. و این روش یک انسان موفقه و ما هم باید برای ماه مبارک رمضانمون دقیقاً از همین روش استفاده کنیم. یعنی مشخص کنیم، یک جدول طراحی کردن، یک جدول اگر میتونید از طریق کامپیوتر این کار رو انجام بدید چه بهتر، اگر نه با یک خطکش و خودکار دیگه از این راحت تر، بیاید یک جدول طراحی کنید، ساعت شبانه روزی رو مشخص کنید که در این ساعت ما میخوایم چیکار کنیم، ساعتی که درش تلاوت میکنید، ساعتی که درش تفسیر قرآن، تفاسیر خیلی متعدد فارسی است میخواید مطالعه کنید، ساعتی که ذکر میکنید، تمام اینا رو مشخص کنید. و مطمئنن برای این کار ما نیاز به یک اراده و عزم و جزم خیلی قوی داریم. اولین کار و اولین قدم اینه که نیت این کار رو داشته باشیم و از الله متعال توفیق این کار رو بخوایم که یا الله امروز اولین روز از ماه مبارک رمضان به من توفیق بده که بهترین استفاده رو از لحظه به لحظش ببرم. انشالله در ادامه بیشتر در مورد برنامه‌ریزی و جزئیاتش توضیح. ما برنامه‌های اپلیکیشن‌های خیلی خوبی رو داریم. کاک اصلا فکر می‌کنم شما شاید داشته باشه توی گوشید برای ختم قرآن. من چند تا از اینا رو بهتون نشون میدم. یکی از بهترین‌ها که برای ختم قرآن مفیده، حالا یه چیزی می‌خوام اضافه کنم بهش، برنامه ختم است. این تبلیغات نیست، بلکه استفاده شده و مفیده. هم برای آیفون هم برای آی او اس میتونید ازش استفاده کنید. یکی از بهترین برنامه هاست برای اینکه شما میتونید قرآن رو ختم کنید. خودتون میتونید هم برای آی او اس هم برای اندروید. شما میتونید این برنامه رو که نصب کردید بهش توضیح بدید که در واقع ست کنید که شما میخواید توی چند وقت قرآن رو تمام کنید. میخواید توی یک ماه یک بار تمام کنید، دو بار تمام کنید، سه بار تمام کنید، یا کمتر یا بیشتر. هر کدوم از در واقع روزهایی که میاد برای شما میاد، برای شما با در واقع نوتیفیکیشن میاره که شما چقدر باید در این روز قرآن رو بخونید. خودش مصحف رو داره و نوتیفیکیشن روزانه به شما میده. غیر از اون موارد دیگه مثل از کار و این که بتونید سرچ کنید توی قرآن رو، تمام اینها رو برای شما داره و در نهایت همطور که میبینید به شما میگه که شما مثلا باید چقدر از قرآن رو در روز بخونید. این یکی از برنامه هاییه که من میگم برای به صورت کلی توی گوشیتون اگر باشه میتونید ازش استفاده کنید. این نسخه آی او اسش و نسخه اندروید برنامه ختمه هم وجود داره. برنامه‌های دیگه هم هست. من این برنامه رو چون خودم استفاده کردم به نظرم برنامه مفیدی است. اما کاگ اصلا طبق روال هر سال من
جدولی که به صورت دستنویس بود و کار کردیم، همونطوری گفتم شما اگر بخواید توی کامپیوتر داشته باشید، من آپلود کردم، میتونید ببینید. اگر که من سفر یه مقدار یک لحظه اتاق فرمان، بله ببینیم برای ما میاره. خب چون هم اینه، ببینید این در واقع برنامه ختم قرآنه در ماه مبارک رمضان. این رو ما خودمون کار کردیم، برای اینکه راحت تر هم باشه اومدیم با نماز اون رو برنامه ریزی کردیم. یعنی شما بعد از هر نماز چقدر قرآن رو اگر ختم کنید، قرآن در ماه مبارک رمضان ختم میشه. یک نماز رو هم توی همه نمازها اگر شما بخواید در ماه مبارک رمضان یک دونه ختم داشته باشید، فقط یک بار قرآن رو ختم کنید، کافیه که بعد از هر نماز 4 صفحه قرآن بخونید. یعنی شما بعد از نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا هر کدوم 4 صفحه ناقابل قرآن بخونید که تقریبا 10 دقیقه تا ربع ساعت وقت شما رو میگیره. در طول ماه مبارک رمضان شما میتونید قرآن رو ختم کنید. یعنی فقط 10 دقیقه تا ربع ساعت بعد از هر نماز بشینید و 4 صفحه قرآن بخونید، قرآن ختم میشه. اگر بخواید 2 بار قرآن ختم بشه، باید 2 برابرش کنید و 8 صفحه بخونید. 3 بار 12 صفحه. حالا چرا ما اومدیم اینها رو به صورت جدول در آوردیم و نوشتیم؟ به دلیل اینکه شما اینا رو بتونید قشنگ چاپش کنید. اینا رو می‌ذارم تو تلگرام، جاهای دیگه شما می‌تونید اسکرین شات بگیرید، برای خودتون پرینت بگیرید، بزنید صفحه، بزنید به در اتاقتون، به جایی که همیشه می‌بینیدش، و اینا رو تیک بزنید یکی یکی. یعنی هر کدوم رو که انجام دادید یه تیک بزنید و اینجوری در واقع قرآن رو ختم بکنید. توضیحاتی هم داده، خوندن هر 4 صفحه قرآن فقط 10 دقیقه وقتتون رو میگیره. بهترین روش التزام به خوندن بعد از هر نماز، همونطوری که توی جدول هست، بهتره. برای 2 بار یا 3 بار ختم در یک ماه از برنامه‌ریزی خاص خودش استفاده کنید که بهتون میگم یعنی چی. اگر برنامه رو برای نزدیکانتون پرینت بگیرید و ترغیبشون کنید به ختم، انشالله مانند ثواب اونها هم خواهید داشت. یعنی چی؟ یعنی اگر بخواید 2 بار یا 3 بار ختم کنید، ببینید این برای ختم 3 بار توی ماه مبارک رمضانه. هر 10 روز اگر شما بخواید قرآن رو ختم کنید، این یه دونه جدول رو پرینت میگیرید و تیک میزنید. روز اول نصف جزء 1، شما که بعد از نماز صبح خوندید یه تیک میزنید، یا روز اول بعد از نماز ظهر یه دونه تیک میزنید. اگر بخواید کمتر قرآن رو، در واقع فقط 2 بار قرآن رو ختم کنید، بازم این جدول خاص خودشه. من همه اینا رو توی اینستاگرام آپلود کردم، میتونید نسخه اصلیش رو از توی تلگرام بردارید. روز اول این توی برای 15 روز که هستن، اگر یعنی هر 15 روز ما یک بار قرآن رو ختم کنیم، یعنی توی طول ماه مبارک رمضان 2 بار کل قرآن رو میتونیم ختم کنیم. توی این یه روزه دیدید مثلا پلن‌های مختلف رو میزنن، بعد میگن این بهترین ریکامندش، این بهترین پلنه. به نظر من این پلن برای کسانی که پارسال تونستن قرآن رو یک بار ختم کنن، این بهترین پلنه. نرن روی پلن 3 بار ختم در طول یک ماه که شاید نتونن. بیان اگر پارسال قرآن رو ختم کردید، امسال با این پلن برید جلو. این بهترین پلن برای شما. هر 15 روز یک بار قرآن رو ختم کنید، توی طول ماه مبارک 2 بار قرآن ختم میشه. و یک برنامه ریزی که فقط همین یه دونه جدول رو اگر شما بتونید تیک بزنید، تموم شده، قرآن رو ختم کردید. نمیخواد توی هر نماز هم، بعد از هر نماز هم قرآن رو بخونید، فقط 4 نماز از 5 نماز. اینجا من برای نماز ظهر رو خالی گذاشتم. نکنید فقط نماز صبح، ظهر، صبح، عصر، مغرب و عشا، ظهر رو خالی گذاشتم. به دلیل اینکه ظهر معمولا مشغله وجود داره توش. آره. روز اول نصف جزء 1، بعد از نماز عصر همچنان نصف جزء 1، بعد از نماز مغرب نصف جزء 2، بعد از نماز عشا همچنان نصف جزء 2. شما تو روز اول این گونه میایید و قرآن رو 2 جزءش رو تو یک روز تمام می‌کنید. و همینطور تا پایان ماه مبارک رمضان میرید، همینا رو تیک میزنید و در نهایت ختم قرآن خواهید داشت. در این پایین میبینید اینجا ختم قرآن خواهید داشت، به همین سادگی، به همین خوشمزگی. یعنی شما اگر یک جدول مثل این رو داشته باشید و کلش رو تیک زده باشید، شما در پایان ماه مبارک رمضان قرآن رو ختم کردید. نیاز برنامه‌ریزی دارید؟ توضیحات هم اینجا دادم. برنامه مناسب خودتون رو پرینت بگیرید، علامت بزنید، بهش پایبند باشید. مطمئن باشید که شما اگر یک بار قرآن رو سال قبل ختم کردید، امسال میتونید 2 بار ختم کنید
و بدونید که سنگ بزرگ علامت نزدنه، یعنی اگر میرید برنامه‌تون اونقدر فشرده است که نمیتونید یه بار هم ختم کنید و تلاشتون میکنید که یه بار ختم کنید، دیگه نرید سراغ ختم دوبار، چون که برنامه‌ریزیتون از بین میره. این برنامه رو من میذارم براتون توی تلگرام، میذارم توی فیسبوک، توی اینستاگرام که الان دارم میخونم، دیدید میتونید پرینت بگیرید و استفاده کنید. دقیقاً. دوستان عزیزی که از طریق واتساپ سوالات فقهی میپرسن، در این برنامه سوالات فقهی پاسخ داده نمیشه، بعد از این برنامه، برنامه پرسش و پاسخ هست که میتونید مستقیم با استاد زهرابی در تماس باشید و سوالات فقهی خودتون رو بپرسید. اما خب این دوستمون حالا سوالش ظاهرا براشون مهمه، فرمودن که در مازندران زندگی میکنن و اونجا ظاهرا حالا مسجد اهل سنت نیست، گفتن میتونیم با اذان تهران که از تلویزیون میشنون افطار کنن؟ نه، نگاه کنید ما به افق کار داریم، یعنی کاری اصلا فرض کنیم شما یه جایی هستید که اصلا صدای اذان هم نمیشنوید، خب خیلی راحت خودتون دیگه، حداقل هر مسلمانی باید اینقدر از احکام دینی رو بدونه که مثلا نماز صبح کی وقتش داخل میشه، کی نماز صبح دیگه تموم میشه، و یا برای افطار و نماز مغرب کی وقتش داخل میشه. وقتی غروب کامل شد شما میتونید به هر حال تموم، یعنی افطار کنید، نیازی به این نیست که با وقت نمیدونم تهران یا با وقت فلان یا با نه، شاید اصلا شما جایی باشید که اصلا هیچ صدای اذانی رو نشنوید، خودتون دیگه خیلی راحت میتونید تشخیص بدید وقتی غروب کامل شد و خورشید دیگه تموم، یعنی خورشید رو ندیدیم ما کامل، اون موقع میتونید افطار کنید و درست نیست شما با وقت جای دیگه‌ای که اختلاف افق هم دارید به هر حال روزتون رو بشکنید و افطار کنید. باز میتونید بعد از این برنامه انشالله با استاد زهرابی در تماس باشید و سوالات فقهی خودتون رو بپرسید. در ماه مبارک رمضان سعی کنیم، حالا این سوال هم یک بهانه شد که بتونیم در این مورد هم حتما حرف بزنیم، یکی از کارهایی که باید جزء برنامه‌ریزی ماه مبارک رمضان باشه، حداقل بتونیم یه سری از احکامی که ضروریه برای ماه مبارک رمضان اونا رو یاد بگیریم. صحابه پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی میخواستن مثلا وارد تجارت بشن یا هر کاری رو انجام بدن، قبلش میرفتن و احکام اون کار رو یاد میگرفتن و ما هم باید اقتدا کنیم به بهترین یاران بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم و بهترین دوستان پیامبر صلی الله علیه وسلم. ما باید بیایم این احکام رو که احکام ساده ای هم هست، نیازی نیست خیلی دیگه با جزئیات وارد اختلافات، نه، حداقل وقتی رو بذاریم برای خودمون که در این ماه مبارک رمضان، الان الحمدلله امکانات اینقدر زیاده، بار کنید برای کسی عذری نمونده، شما میتونید از طریق شبکه‌های تلویزیونی به چیزایی که نیاز دارید، شبکه‌های توحیدی منظورمه، خیلی راحت اینا رو گوش کنید، اصلا اگه تماس هم نگیرید فقط بشینید پای همین برنامه پرسش و پاسخ، خیلی راحت میتونید جواب خیلی سوالات خودتون رو پیدا کنید. و اینکه از طریق کتاب‌های الکترونیکی خیلی زیاده، نسخه های دیجیتالی از تمام کتاب‌ها الحمدلله تهیه شده و خیلی راحت میتونید استفاده کنید، از طریق سایت، از طریق کانال‌های تلگرامی، شبکه‌های توحیدی، یعنی اینقدر امکانات زیاده، بحثم اینه که امکانات زیاده و فقط ما باید وقت بذاریم تا اینکه بتونیم احکام ماه مبارک رمضان رو در حدی که نیاز داریم بهش اونا رو یاد بگیریم و آموزش احکام ماه مبارک رمضان و به شکل کلی آموزش احکام دینی رو سعی کنیم حتما یه وقتی رو براش بذاریم. تلاوت قرآن، خب ماه قرآنه، باید حتما طبق حالا جدل هایی که معاهدم نشون دادن وقتمون رو حتما باید برای قرآن اختصاص بدیم، بیشتر وقتمون رو، اما یه مقداری از وقتمون رو هم بذاریم برای تفسیر قرآن، بذاریم برای اینکه این مفاهیم قرآن، این قرآنی که اومده وقتی میخونیم حداقل بفهمیم چی میگه، چون اصلا مقصد شریعت همینه که این قرآنی که نازل شده ما بفهمیم چی گفته درش، چه امری هست، چه نهی هست، چی کار بکنیم، چی کار نکنیم. پس انشالله حتما برای این موضوع هم وقتی در اون جدول یه میان برنامه رو با هم میبینیم و تا فرمان اگر موافق باشید برمیگردیم و کامنت های شما رو در پست اینستاگرامی خواهیم خوند و نظرات شما عزیزان رو ببینیم. خواهش میکنم.
پخش. خب من کامنت یکی از پیام یکی از دوستان رو بخونم. یکی از دوستان پیام دادن نوشتن سلام، یه پیشنهاد دارم برای کسایی که عادت به نماز وتر ندارن، سعی کنن رمضان امسال نماز وتر رو به برنامه‌شون اضافه کنن و تبدیلش کنن به عادت همیشگی و در طول سال حداقل یک رکعت نماز بخونن. خیلی پیشنهاد عالی و به جاییه. خب اولین تماسمون رو هم میگیریم. دوست عزیزمون در خدمت شما هستیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سلامت باشید، خسته نباشید. تشکر. خیلی زحمت میکشیم. ما از تهران تماس گرفتم. بله بفرمایید. بابت این افطار میگفتم. بله. تهران فرق میکنه سر تا یو. بله. یوری و چند مواد. خب الان شبکه جهانی نور اذان مغرب رو به افق تهران پخش میکنه، همچنین شبکه کلمه. شما حداقل میتونید با این یعنی مطمئن بشید که الان وقت داخل شده و افطار خودتون رو انجام بدید. به غیر از اون هم نمازخونه هایی که در تهران هستن مطمئنن اونا یه سری حالا اوقات شرعی رو تهیه کردن و تهیه میکنن، میتونید از طریق اونا هم به هر حال وقت دقیق رو مطلع بشید. ما هر سال از طریق کنسولگری افغانستان برمون کاغذ میاد، از طریق همین استرده روز به روز اون ساعت افطار میکنیم، چون نماز اینجا با نماز شب و با خفتن اینو با هم آزان میدن. درست درست درست. بله خیلی ممنون از تماستون دوست. بله با اذان شبکه نور و شبکه کلمه یا همون برگه‌ای که فرمودید، حالا اگر امسال دستون برسه از طریق کنسولگری و اینا میتونید به هر حال اعتماد کنید و انشالله این درسته. خواهش میکنم برادر عزیزمون. آمین. همچنین خدای رو نگهدارتون. من یه راهی رو بهتون نشون میدم، چون هم برگه گرفتن سخت هست برای اینا، همین که بشینن پای شبکه های اهل سنت همشون رو همیشه چک کنن، برای عزیزانی که شاید شبکه ها در دسترسشون نباشه، ببینید این سایت اسلامیک فایندر هست، اتاق فرمان اگه بهمون نشون بدی، یه اپلیکیشن هم داره که اپلیکیشن اذان هست، A-T-H-A-N اذان. اسلامیک فایندر بهترین سایت برای این هست که شما بتونید اذان ها رو از اون طریق ببینید. این اپلیکیشن اذان هم این هست، حالا اگر من زوم کنم این اپلیکیشن اذانه که این رو هم میتونید دانلود کنید، هم برای iOS هم برای اندروید. تماما ساعت های اذان رو به هر شهری از شهرهای دنیا که شما بخواید بهتون میگه. مثلا الان من زدم اذان تهران رو که شما فرمودید، اینجا شما سرچ میکنید چه شهری رو میخواید، اینجا قشنگ برای شما میاره که چقدر مونده. 2 ساعت و 27 دقیقه به اذان مغرب، 2 ساعت و 27 دقیقه و 40 ثانیه به اذان مغرب افق تهران مونده. در واقع همش هم اهل سنت هستن. کاکستان. یه شهر دیگر به من بگو. سقز. سقز. ببینیم سقز کردستان ایران. این هم در واقع بله این سقز ایران هست. در سقز 3 ساعت دیگه به نماز عصر. بله. 3 دقیقه دیگه مونده به نماز عصر. نماز مغرب هم ساعت 7:48 است. همونطور که میدونید شما هر شهری رو اگر بخواید بزنید که اگر من بندر لنگر رو نزنم دق میکنم، شما هر شهری رو بخواید بزنید. نیست آقا نیست. مگه میشه که نباشه؟ مگه دست خودشه که نباشه؟ آقا نداری. مگه میشه که نداره بابا داداش من؟ اصلا بندر رو نمیاره، بندر عباس رو مثلا بزنیم ببینیم که نیست آقا. من الان براتون پیدا میکنم که چرا نمیاره، در ادامه برنامه بهتون میگم. بندر جنوبی نیمروز رو آورده. افغانستانه. آره افغانستانه. به هر حال در واقع هر شهر شما بخواید بزنید، من شیوه نوشتنش فقط متفاوته، بعد براتون پیدا کنم. درست باید این کلمه آره. هر شهری باشه، همه شهرها هستن. درست. من تو قبلا چکشون کردم، همه شهرها هستن. شما سرچ کنید، میتونید اپلیکیشنش هم داشته باشید، یعنی این اپلیکیشن خیلی اپلیکیشن مفیدیه، حتما این اپلیکیشن داشته باشید. هر جا هم هستید به شما قبله رو هم بهتون نشون میده، تایم نمازها رو هم براتون مشخص میکنه. ببینید مثلا این تصویر من رو اگر ببینید، این اپلیکیشن نماز
اپلیکیشن اذانه که شما فقط کافیه روی مثلا اینکه چه تایمی رو میخواید خودش از روی ست میکنه برای شما از روی نویگیشنتون که شما کجا هستید. و من این برنامه رو استفاده نکردم، ولی خب احتمالاً حالا شاید برای برخی این سوال پیش بیاد، معمولاً البته باید داشته باشن. فرض کنیم چون یک اختلاف فقهی هست در نماز عصر بین احناف و سایر مذاهب، احتمالاً اونم باید در این برنامه چیز شده باشه، شاید برای برخی ها این سوال هم پیش بیاد. همه برنامه ها معمولاً این قضیه رو دارن، یعنی خیلی راحت با جزئیات میتونید دقیق، اگر شما پیرو مذهب امام ابو حنیفه هم هستید، خب اغلب عزیزان ما در افغانستان حنفی مذهب هستن، با خیال راحت میتونید از این برنامه ها استفاده کنید و هیچ مشکلی هم نداره انشالله. بحث اینه، یعنی تمام این امکانات هست، تمام این مطالب در اختیار ما الله متعال قرار داده که ما بتونیم اولا هیچ عذری نداشته باشیم و دوما اینکه راحت بتونیم عبادت خودمون رو انجام بدیم. یکی از فقط کار کسا اینو بهتون بگم، چون گفتم همه شهرها هست، مثلا من لنگه رو با فقط لنگه سرچ کردم، این هست تایم لنگه. فقط میخوام بگم که همه کشورها، آره همه شهرها در همه کشورها هستن، این تایم کامل در واقع میتونید خودتون هم پرینت بگیرید، هر کجای دنیا هست، حتی شهرهای کوچیک ایران، افغانستان، تاجیکستان یا هر جای دیگه قشنگ براتون میاره. بله، ماه رمضان فرصتیه که ما بتونیم خودمون رو، اگر خدای نکرده عادت بدی رو در طول سال داشتیم، فرصت خوبیه که بتونیم حداقل در این ماه این عادتها رو کم و در نهایت انشالله اون رو ترک کنیم. همیشه یاد بگیریم برای اینکه بخوایم یک کار خوبی رو انجام بدیم یا یک کار بدی رو ترک کنیم. فرض کنیم الان ختم قرآن میخوایم در ماه مبارک رمضان انجام بدیم، اولین سالم هست که میخوایم این کار رو انجام بدیم، سریع نرید روی اینکه آقا من میخوام توی ماه مبارک رمضان 5 تا ختم داشته باشم، نمیدونم 4 تا ختم. نه، بیایید از روی یک ختم شروع کنید. فرض کنیم شما خدایی نکرده 10 تا کار بد رو خودتون میدونید و الله متعال که 10 تا کار بد رو خودتونم راضی نیستید دارید انجام میدید در طول سال، آقا سعی کنید در این ماه مبارک رمضان سعی کنید مثلا 7 تاشو فرض کنیم کلا بذارید کنار، سعی کنید 5 تاشو، یعنی برای این کارها برنامه‌ریزی رومون طوری باشه که بتونیم کم کم به تدریج، مگر اینکه فرض کنیم قضیه کفر و شرک باشه، طرف فرض کنیم خدای نکرده مرتکب شرک میشه، این دیگه نیاز نیست بگیم این باید تدریجی این شرک برطرف، نه، بعضی گناهان و بعضی چیزا هستن تموم باید یک بار قطع بشه و به همین خاطر باید برای گناهان دیگه و برای مسائل دیگه به تدریج وارد بشه، چون یه دفعه فشار میاد بهمون. واقعا مثلا طرف تا حالا ختم قرآن نداشته، طرف در طول سال روزانه فرض کنیم 2 صفحه قرآن نخونده، حالا میخواد روزی 20 صفحه قرآن بخونه، خب براش سخته، یه روز، 2 روز، 3 روز خسته میشه، ولی اگر با برنامه‌ریزی و کم کم بتونیم این را انشالله ادامه بدیم، مطمئنن بعد از ماه مبارک رمضان هم میتونیم این برنامه‌ریزی رو داشته باشیم و در طول سال هم حداقل 4 بار و 5 بار بتونیم انشالله ختم قرآن رو داشته باشیم. مسلمان نباید از قرآن و مسجد جدا بشه، این رو هیچ موقع فراموش نکنید. هر موقع تونستن این دوتا رو از ما بگیرن، این دوتا پایه رو از ما بگیرن، یا دور شدیم، به همین حال و روز گرفتار میشیم که هستیم. یک برنامه رو با هم میبینیم، برمیگردیم انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. به این عظمت و بزرگی حق این را دارد که ما عظمتش را درک و احترامش را نگه داریم، حق این را دارد که او را گرامی بداریم و اکرام کنیم، روزهایش را روزه بگیریم و در حالی که روز هستیم با جدیت تمام به فعالیت‌های مباح و مجازی که خداوند اجازه داده بپردازیم. اما غافل از عبادت و بندگی خدا با شرکت در نمازهای جماعت و حلقه‌های قرآنی و علمی و همچنین صله ارحام و رسیدگی و خدمت به خلق خدا نباشیم.
و تلاش کنیم چشم، گوش، زبان، قلب، فکر و سایر اعضا و جوارح خود را از گناهان و منکرات و معاصی و نافرمانی خدا دور بداریم و شبهایش را هم با شرکت در نمازهای جماعت و نمازهای سنت مثل تراویح، وتر، قیام و تلاوت قرآن، ذکر، دعا و مناجات و تفکر و تدبر در آفاق و انفس خودمان را تقویت و اوقاتمان را پربار بسازیم و ما و تا می توانیم توشه بگیریم و بهترین توشه تقواست و تا می توانیم توشه بگیریم و بهترین توشه تقواست. خداوند تبارک و تعالی می فرمایند و تزودوا فان خیر الزاد التقوى، و توشه بگیرید پس بهترین توشه تقواست. رمضان حق این را دارد که اخلاق و رفتار و سلوک من را تغییر دهیم. رمضان ماه پربرکتی است، پس شایسته و زیبنده انسان مؤمن است که این فرصت را مغتنم شمرده و زندگی خود و خانواده و جامعه را با برکت سازد و نباید با غفلت و گناه و عصیان و نافرمانی خدا اعتبار و آبروی خود و خانواده و جامعه را تباه و نابود بسازد. ثانیه‌ها، دقیقه‌ها، بلکه ساعت‌ها مثل باد می‌گذرند و دیگر هرگز بر نخواهند گشت و زمان هم برای ما و به خاطر ما توقف نمی‌کند. در حقیقت این عمر ماست که سپری می‌شود و هر روز که می‌گذرد ما را به اجلمان نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌کند. شب و روز در ما کار می‌کنند، پس ما هم باید زرنگ و هوشیار باشیم و در شب و روز کار کنیم و از خداوند مدد بخواهیم. حکیم عرب میگوید الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعك، وقت چون شمشیر است، اگر اون را قطع نکردی تو را قطع خواهد کرد. خداوند خورشید و ماه و شب و روز را در پی هم قرار داده تا اگر بندی بخواهد ذکر و شکر خدا کند برایش میسر باشد. خداوند تبارک و تعالی در سوره فرقان به این معانی اشاره می کنند و می فرمایند و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. پس تا زمان هست فرصت هست، اما زمان تنها هم کافی نیست، باید در کنار زمان سلامت و عافیت هم باشد تا زمان کارساز شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی می فرمایند نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، از صحت و الفراغ. دو نعمت هست که خیلی از مردم از این دو نعمت خسران و زیان می بینند، سلامتی و فراغت. در اینجا این سوال مطرح است که از سلامتی و فراغت خود چه استفاده‌ای می‌بریم. این دو نعمت لازم و ملزوم همدیگرند. اگر سلامتی نباشد زمان به چه دردی می‌خورد؟ و اگر زمان هم نباشد سلامتی چه معنایی دارد؟ پس امروز که هر دو را داریم قدر شناس باشیم قبل از این که هر دو را از دست بدهیم. شاعر عرب میگوید الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب، ای کاش یه روزی جوانی برمیگشت تا بهش خبر میدادم که پیری با من چه کرده. پناه به خدا از این که این همه استعداد، نعمت، امکانات، ظرفیت و فرصت را داشته باشیم و شاهد این همه نابسامانی و ناکامی و ناموفقی باشیم چقدر دردآور است. این چه نوع محرومیتی است؟ این شدیدترین و سختترین و دردآورترین نوع محرومیت است. اگر کسی ندار باشد این محرومیت طبیعی است، هرچند که دشوار است، اما اگر کسی دارا و توانمند باشد و در اوج دارایی و توانمندی محروم و ندار باشد، این چیست؟
آیا این خاتمه به خیری است؟ به خدا قسم نه، این سوء خاتمه هست العیاذ بالله. عمر ما و شما خیلی کوتاه هست، عمر ما و شما خیلی کوتاه هست، پس بیایید با غفلت و معصیت آن را کوتاه‌تر نکنیم. هر دقیقه‌ای که می گذرد در دفتر اعمال ما ثبت می شود و به حضور خداوند متعال می رسد. در چه ماهی؟ ماه مبارک رمضان. حال باید از خود بپرسیم دوست داریم این اعمالی که از جانب ما به درگاه خدا در ماه رمضان عرضه می شود چی و با چه نیتی باشند؟ انتخاب با خود ما و شماست برادران و خواهران عزیزم. خداوند تبارک و تعالی در سوره ملک می فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. خداوند متعال در این آیات بیان می کنند که هدف از خلقت مرگ و زندگی ابتلا و امتحان است که کدام یک از ما و شما نیکوترین و بهترین عمل را انجام می دهیم. پروردگار توفیق بهترین استقبال و بهترین و نیکوکارترین و نیکوترین اعمال را در ماه مبارک رمضان عطا بفرما. پروردگار ما را در ماه مبارک رمضان از جمله بیدار شدگان و هوشیار شدگان و آگاه شدگان و قبول شدگان و مغفرت شدگان و رحم شدگان و نجات یافتگان و سعادتمندان و رستگاران بگردان. پروردگارا رمضان را توشی نه برای یک سال ما بلکه برای یک عمر قرار بده. پروردگارا ما را از رمضان راضی و خوشنود و رمضان را از ما راضی بگردان. پروردگارا توفیقات و برکات شب قدر را نصیب من بفرما. پروردگارا در ریانی که بهشت پروردگارا در ریانی که در بهشت مخصوص روزداران است و به فردوس اعلی باز می شود بر روی ما بکشای و ما را از این در به جنت الخلد خودت داخل بگردان و دیدار خودت را عنایت بفرما. پروردگارا رمضان را ماه بازگشت بندگانت به سوی خودت و ماه نصر و پیروزی بزرگ امت محمد صلی الله علیه و سلم قرار بده. پروردگارا رمضان را سالهای متوالی و زمانهای متعدد به سوی ما بر بگردان. پروردگارا ما به خاطر ماه مبارک رمضان از تو تشکر و قدردانی و سپاسگزاری می کنیم و از تو به خاطر همه گناهان و تقصیراتمون عذرخواهی می کنیم. پروردگارا ما از همه عزیزانی که در طول زندگی ما را یاری کردند یا خدماتی چه مادی چه معنوی برای ما اراده دادند، پدر، مادر، معلم، شاگرد، همسر، فرزند، دوست، رفیق، خواهر، برادر، همه و همه تشکر و قدردانی می کنیم و برای همه آنها دعا می کنیم و می گوییم خدایا همه را مورد رحمت و مغفرت قرار بده و حسن الخاتمه نصیبشان بفرما. و جا دارد همین جا در آغاز این ماه عظیم و مبارک از همه عزیزانی که به مدت دو ماه متوالی بدون وقفه و بدون هیچ چشم داشتی فقط به خاطر خدا و نودوستی در این روزهای سخت تهاجم ویروس کرونا به برادران و خواهران هم نوع خودشان در سراسر جهان خدمات انسان دوستانه و خدا پسندانه دادن تشکر و قدردانی می کنم. بله، سخنرانی کوتاهی از شیخ پردل رو شنیدید، 7-8 دقیقه در مورد چگونه از رمضان استفاده ببریم. من مهمترین چیزی که خودم
بعد از تلاوت قرآن از رمضان میخوام استفاده کنم این هست که یک عادت خوب رو به زندگیم اضافه کنم که مرتبط با رمضان نباشه و با پایان رمضان تمام نشه، و یک عادت بد رو هم از زندگیم حذف کنم و این هم مرتبط با رمضان نباشه و با پایان رمضان دوباره بر نگرده. من این خیلی برام مهمه، واقعا دارم میگم که قسم بهش هر سالم بهش فکر میکنم، خیلی از سالم استفاده کردم و انجام دادم. مثلا من پارسال حتما هم الزاما نیازی نیست که عبادی باشه، هر کار خوبی میتونه جوری شخص به در واقع نزدیکتر شدن ما به پروردگار متعال کمک بکنه و ثواب برای ما داشته باشه. در واقع رسیدن به جسم انسان هم یکی از اونها هست. مثلا من پارسال تصمیم گرفتم که پیاده روی برم و پیاده روی رو ترک نکنم، و دقیقا از پارسال من تا همین الان پیاده رویم ترک نشده و یه تکه به قول معروف ترکش نکردم و ورزش هم ادامه دادم. قبل از اون من ورزش نمی کردم، خیلی کم ورزش می کردم، گاه گداری در حد مثلا شنا یا ورزشایی که هر از گاهی اتفاق می افته و انجام می دیم بود. ولی بعد از اون من تصمیم گرفتم که ورزشم رو ادامه بدم یا نه. کار کسان هم همچون تصمیم رو گرفته، ارتباط به ماه رمضان گذشته نداره، الان 2 ماه ترکش کرده. کار کسان به من یک مجرم به ما بگو که چرا ترک کردی؟ والا دیگه به هر حال ورزش خیلی ضروریه، یعنی واقعا نیاز هست، چون این سلامتی هم یک نعمته و باید ما قدردان این نعمت الله متعال باشیم، و به هر حال ورزش هم یکی از راهاییه که ما بتونیم این سلامتی رو حفظ کنیم. به قول معروف میگه چه بگم که جواب درستی هم به ما ندا، جواب منو نگرفتم که چی شد ترک کردم. به هر حال یه سری مشکلات و اینا بود، مشغله کاری و اینا بود، دیگه نشد به هر حال، ولی انشالله ادامه میدیم. یعنی من خودم تصمیم گرفتم از همین امروز، یعنی بعد از افطار انشالله برنامه ورزشی رو حتما دوباره شروع میکنیم. یکی از دوستان هستن، من عرض کردم که به سوالات فقهی پاسخ داده نمیشه و بعد از این برنامه انشالله به سوالات فقهی پاسخ داده میشه، اما خب از یه سری سوال پرسیدن. من از آخرین سوالش خدمت شما عرض کنم، پرسیدن که حفظ کدام سوره به جز سوره یاسین در ماه مبارک رمضان افضل هست. نگاه کنید، من به شکل کلی بگم بیشتر احادیثی که در مورد فضایل سوره ها اومده احادیثشون ضعیفن یا اینکه دروغن. پس ماه مبارک رمضان ماهیه، ما نباید یه سوره رو اختصاص بدیم حالا فقط باید فرض کنیم سوره یاسین رو حفظ کنیم یا فقط باید سوره یاسین رو بخونیم. خب بعضیا هستن فکر میکنن که این یک فضیلته، حتما بعد از نماز صبح میان سوره یاسین رو میخونن، در صورتی که اینجوری نیست. اگر شما میخواید یک عادت نیکو رو، یک کار خوب رو انجام بدید، آقا بیایید بعد از نماز صبح قرآن رو ختم کنید، یعنی هر روز مثلا بعد از نماز صبح به غیر از رمضان 2 صفحه، 3 صفحه، 4 صفحه قرآن بخونید، دیگه نیازی نیست، حتما باید سوره یاسین باشه. و اگر سوره یاسین، احادیث اینقدر دروغین رو هم متاسفانه نسبت دادن به پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد فضایل روزه ها که عجیب و غریبه، اگه این سوره رو بخونی این اتفاق میفته فلان، احادیث صحیحی هم وجود داره در مورد فضایل سوره، اما بیشترشون ضعیفه، بیشترشون ضعیفه. و ماه مبارک رمضان باید ماهی باشه که ما با قرآن یه جورایی آشتی کنیم و بتونیم همه قرآن رو بخونیم، همه قرآن رو ختم کنیم به اندازه توان خودمون. بعد در مورد این که آیا اگر مقصود ثواب خواندن آیات قرآن هست با تکرار مثلا یه تعدادی از سوره ها به همون مقصود میرسیم، نگاه کنید، ما سعی نکنیم، معذرت میخوایم، سر خودمون کلا بذاریم. فرض کنیم بیایم 3 بار سوره قل هو الله رو بخونیم، دیگه تموم، قرآن رو ختم کردیم. نه، هدف اینه، این قرآن فقط صرف خوندنش نیست. این قرآن، من یکی از دوستان و استادان بزرگی که در رد الحاد و اینا خیلی کار میکرد، یک حرف خیلی جالبی زد، واقعا یعنی من متأثر شدم. میگفت وقتی با یک انسان ملحد که هیچ اعتقادی به هیچی نداره، یعنی تو فرض کنیم قرآن رو براش بخونی، شکسپیر رو براش بخونی، انجیل رو براش بخونی، برای اون هیچ تفاوتی نمیکنه. ولی میگفت شما وقتی باش بحث میکنید، مناظره میکنید، در لابلای حرفاتون حتما از آیات قرآنی استفاده کنید، چون این آیات قرآنی خودش یک برکت داره، یک نیرو داره، یک انرژی داره، کلام الله متعاله. پس ما باید اینجوری، یعنی در این ماه حداقل اینجوری باشیم که قرآن رو بخونیم، دیگه نگیم حالا این سوره رو میخونیم 3 تا، دیگه 3 بار بخونیم دیگه تموم، این قرآن رو ختم کردیم و پس
استفاده کنیم، لحظه به لحظه این ماه مبارک رو غنیمت بشماریم. و حالا تماسی رو بگیریم دوست عزیزمون، بعد انشالله برمیگردیم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید دوست عزیزم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. تشکر، خیلی ممنون. آمین، همچنین. بفرمایید، در خدمت شماییم. ببخشید صداتون خیلی قطع و وصل میشه متاسفانه، اگر بتونید دوباره تماس بگیرید ممنون میشم، من چون اصلا متوجه تماس شما نشدم. لطف کنید دوباره تماس بگیرید. خب حالا یکم کامنتارو بخونم؟ بله بفرمایید. کامنتارو بخونیم، کامنتایی که در شبکه اجتماعی در مورد برنامه گذاشته شده، برنامه‌ریزی رمضانیتون به چه صورت هست، کامنت کنید، کامنت ها خونده میشه. آقا خواب، فقط خواب، بیشتر تلاوت قرآن، الحمدلله که شما رو داریم، التماس دعا از شما خوبان، بهترین برنامه کم خوابیدن، کم مجازی رفتن، بعد از هر نماز 10-20 دقیقه تلاوت، بعد تسبیحات بعد از نماز، الحمدلله روزانه بیشتر تلاوت دارم توی این ماه، روزانه صدلن به عمر ابن خطاب خوبه، برای شما شیاطین انسان خوبه، شما رو بیشتر فرو میبره در اعماق جهنم. استفاده بیشتر از مجازی. سلام علیکم، انشاءالله خودمون اصلاح میکنیم. شب خوابیدن صبح، دوباره خوابیدن تا شب، هر روز تکرار کنیم تا یک ماه. ببینید یه نکته رو بهتون بگم، ما داریم در مورد ماه رمضان صحبت میکنیم، کاری به این نداریم که شما بخواید شوخی بکنید در این مورد یا نه، داریم در مورد استفاده کردن از ماهی صحبت میکنیم که شبی در اون هست که از هزار ماه منظرتش بیشتر هست. فکر کنید در چیزی که دارید کامنت میکنید تو فضای مجازی، پروردگار عالمیان قبل از اینکه کامنت بکنید میدونه شما به خاطر مثقال ذره خیرن و مثقال ذره شرن جواب پس خواهید داد. اونجا شما یه عده دارن در مورد فضایل رمضان، چطور بخوایم از رمضان استفاده کنیم، چطور بخوایم بیشترین استفاده رو از رمضان ببریم، و شما تو این وسط مسخره بازی در بیارید که شبا خوابیدن تا صبح، صبح دوباره خوابیدن تا شب، همینطور ادامه بدیم تا یک ماه. فکر کنید خدا این رو داره میبینه، پروردگار به دنیوی مدار بهش نگاه نکنید، فکر کنید پروردگار عالمیان که قرار شما رو ببخشه یا نبخشه این رو میبینه و این رو میدونه، و این مسخره بازی شما در مورد شبهای در مورد رمضان و در مورد استفاده از رمضان رو ببینه. شوخی بردار هست به نظرتون؟ اب الله و آیاته، آیا به الله و نشونه هاش و رسوله کندم یه تست تهزه اون، آیا به این هم شوخی میکرد، با اینا مسخره میکردید؟ لا تعتذر الیوم، امروز دیگه معذرت خواهی نکنید، قد کفرتم بعد ایمانکم. الحمدلله دو جز یا بیشتر تلاوت میکنم و به همراه امامت تراویح، و سعی میکنم برادرانم رو به راست در این راستا دعوت بدم. برادر موعد لطفا درباره آداب روزه ماه رمضان و ساعت افطار و سحری برای دوستانم که تازه به قافله اسلام ملحق شدن کلیپ بسازید. خیلی سوال میشه در این باره، بسیار ضروریه انشاءالله. عادت بد تن پروری و کسارت رو در این ماه ترک کنیم و عادت خوب تلاوت قرآن و حفظ روزانه قرآن به فضل الله جایگزین بشه. اولی ماه مبارک رمضان موزیک رو کنار بذارم و نمازم رو سر وقت و با خشوع بیشتری بخونم. ترک دخانیات و مواد مخدر، اکثر جوانهای ایرانی روزه نمیگیرن و از دین گریزانن به خاطر دین ستیزی آخوندها. این رو هم باز براتون میخونم کامنت های اینجا رو. در مورد پستی که برنامه ختم قرآن، اینکه شما چطور ختم میکنید، دوستان چیزای زیادی رو گفتن. یکی از موحد، ببخشید، چند تا از دوستان پیام دادن در مورد همین برنامه، چون میگه ما تو شهرهایی هستیم که اکثرا شیعه هستن و برای اذان دوچار مشکل میشیم، برنامه رو میگه یه بار دیگه نشون میدم یا چشم. تو تلگرام بذارید یا نشون بدید که هم تو تلگرام میذارم هم نشون میدم. چشم،
هر دو کار رو انجام میدن براشون. تراویح زمان رسول الله علیه السلام خونده میشده. لطفاً میشه سند ذکر کنید از شیعه اهل سنت؟ متشکرم. یا فاطمه زهرا مدد این رو کامنت گذاشته، به خاطر یا فاطمه زهرا مدد هم که شده ما نشون میدیم که در زمان رسول الله علیه السلام نماز تراویح خونده میشه. رسول الله علیه السلام از خونشون خارج میشدن و نماز تراویح رو میخوندن. رسول الله علیه السلام نماز تراویح رو خوندن تا جایی که مسجد پر شده. در شب سومی که نماز تراویح به صورت جماعت در مسجد نبی توسط به امامت رسول الله علیه السلام خونده میشده، رسول الله تأخیر کرده و سپس گفته من ترس این رو دارم که این نماز بر شما فرض بشه، و بعد رسول الله علیه السلام فوت میکنه، در حالی اینکه هر کسی برای خودش نماز تراویح رو میخونده. پس این بدعت نیست و بلکه سنت رسول الله علیه السلام هست، و رسول الله علیه السلام بعد از این هم در خانه خودشون نماز قیام و نماز تراویح رو میخوندن و سنت رسول الله علیه السلام هست خواندن نماز تراویح. آن چیزی که آخوندها به شما دروغ گفتند این هست که در زمان عمر ابن خطاب این اتفاق افتاده. سرورم عمر ابن خطاب امیرالمؤمنین نمی توانند و نمی توانستند آن چیزی را که مشروع نبوده در زمان رسول الله علیه السلام بهش مشروعیت ببخشند، توان این رو نداشتند. دین در زمان رسول الله تمام شده. آن چیزی که در زمان پیامبر سنت هست، آن چیزی که پیامبر انجام داده و گفته یا تقاریر رسول الله علیه السلام، سنتی هست که ما بهش عمل میکنیم و نه غیر از اون. در زمان عمر ابن خطاب که دیگه اون چیزی که رسول الله فرمودند ترس این وجود نداشته که نماز اگر به صورت جماعت و یک دست خونده بشه فرض بشه بر مسلمان ها، وقتی مسلمان ها گروه گروه برای خودشون هر کسی یه گوشه از مسجد جماعتی رو در واقع تشکیل میدادن نماز تراویح میخوندن، در زمان عمر ابن خطاب تبدیلشون کردن به یک در واقع جماعت و تا همین الان این ادامه داره. ولی اولین جماعت رسول الله علیه السلام خوندن در مسجد النبی نماز تراویح رو. لذت ببرید از نماز تراویحتون. وقتمون کاملا تمومه، اما اون رو بهتون نشون بدم. ببینید سایت، بذارید من قشنگ این رو ببندم که بتونم همش راه رسیدن بهش رو هم بهتون نشون بدم. بهترین سایتی که به نظر من مفید هست اسلامیک فایندر هست، یا پریر ساب کنید. در سایت اسلامیک فایندر هست، برای اون میتونید پریر فایندر رو سرچ کنید. سایت این سایت هست، ببینید از گوگل هم بزنید، حالا اسلامیک فایندر رو سرچ کنید، برای شما این اولین سایت که براتون میاد این سایت هست. روش که کلیک میکنید وارد سایت میشه. این سایت هست، سایت اسلامیک فایندر هست. حالا هر شهری رو که مثلا اونجا لینگر قرار سرچ کردم، مثلا سرچ میکنیم شیراز، و برای شما اینجا شیراز میاد. اینجا میتونید این بالا رو، اگر میتونید میخواید زوم کنم که ببینید، اینجا رو سرچ کنید. هر شهر رو که سرچ کنید برای شما میاد و شما میرید و از آنها مشخصه. مثلا در شیراز در یک رمضان 1443 دوم آوریل 2022 در شهر شیراز استان فارس ایران یک ساعت مونده به اذان مغرب، 1:48 دقیقه و 37 ثانیه مانده به اذان مغرب. بقیه اذان ها میبینید که این زیرش هست، کل اذان ها رو هم میتونید داشته باشید. مثلا من الان کابل رو هم سرچ میکنم، کابل افغانستان. شما قشنگ میتونید با یک کلیک کردن ساعت های نماز کابل افغانستان. خب الحمدلله کابل و اینا خب اذان گفته میشه، ولی بیشتر برای شهرهایی که دقیقا. تو ایران یا کشورهای اروپایی. دقیقاً مثلا حالا یزد رو مثلا من سرچ میکنم، بلا فاصله میاد یزد ایران. مسجد اهل سنت هم توش وجود نداره. شما میتونید بدون 1:42 دقیقه دیگه اذان مغرب میگه، و این بقیه ساعتهای اذان هم این زیر نوشته شده. فجر، این طلوع خورشید هست، یعنی در واقع پایان تایم نماز فجر. ظهر، عصر، مغرب و عشا، و این هم قیام هست، نماز در واقع نیمه شب هست که میتونید استفاده کنید. برای اپلیکیشن اذان هم این هست. من دانلود اپلیکیشن رو میزنم،
البته برای من مستقیم میره توی دانلود اپلیکیشن. این اپلیکیشن اذان هست، یکی از بهترین اپلیکیشن ها برای نماز هست، طور که میبینید گوگل پلی داره و هم برای هواوی داره، هم برای اپ استور داره، هم برای گوگل پلی. راحت میتونید هر گوشی داشته باشید این رو دانلود کنید. خودش قرآن هم داره و بهترین استفادهش همین استفاده کردن از تایم ها، تایم نماز هست. قبله رو هم هر جای این کره خاکی باشید قبله رو هم بهتون نشون میده، از کار رو هم بهتون میگه. خلاصه کلی براتون تبلیغ کردیم، ولی بهترین اپلیکیشن برای اذان همین اپلیکیشن اذان هست. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. اصلا مشکل جوونا رو خودشون باید حل کنن. که مسلمون یکی خون انسان ها رو حلال رو بده نمشون سببش خود خونا دار. نه به نظر من ما اسلام و کلن درست دین برای روی منبر نیست، بجا به اجباری برای زندگیه. 100,000 سوری خونش گردن علمای جامعه باید عمل کنن به خاطر همین شبکه های خراب ماها.